به نام خداوند جانافرین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، وقتتون بخیر. با دومین برنامه رودررو در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم که استثناءً بنده اجرا میکنم، با مهمانان محترمی که دعوت کردیم و دانشجویان عزیزی که در استودیو حضور دارن. ما نه که نیاز به آمریکا داشته باشیم. رئیس جمهوری آمریکا عوض شده و با برنامه تغییر اومده روی کار. نه، به خاطر همون شخصیت منفوری که تو جهان اصلا داره آمریکا. رئیس جمهور جدید آمریکا به نظرم هیچ فرقی با قبلی نداره. برخلاف شروع پرفروغ امریکا در قرن بیستم و یک تازی این کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی فرهنگی، به ویژه در نیمه دوم این قرن، امریکا در قرن 21 شروع خوبی نداشت. حادثه 11 سپتامبر 2001، لشکرکشی امریکا به افغانستان و عراق و گرفتار شدن در باتلاق این دو کشور، کسری بودجه روزافزون و مواجه شدن با بحران مالی که اقتصاد امریکا را دچار پژمردگی کرد، تقابل دیدگاه با روسیه و چین بر سر کره شمالی، کوزوو و گسترش ناتو، نیرومندتر شدن ایران در خاورمیانه و افزایش نفوذ آن و شکست‌های سنگین اسرائیل و به تبع آن امریکا در نبردهای 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه. چون این فهرست بلند بالایی از مشکلات داخلی و بین‌المللی و تشدید آنها در سایه سیاست یک جانب گرایی نئومحافظه‌کاران میراثی بود که بوش پسر برای اوبامای سیاه پوست در کاخ سفید بر جا گذاشت. 44مین رئیس جمهور امریکا که از وی به عنوان ابراهام لینکن یاد می شود، با بیان اینکه بله ما می توانیم و تغییر، قدم در کاخ سفید نهاد. اما با گذشت 100 روز از سکانداری وی، برنامه رودررو در گفتگوی چهره به چهره با متخصصان مسائل امریکا در صدد است به این سوالات پاسخ دهد. 1. آیا در این مدت واقعاً در سیاست‌های داخلی و خارجی امریکا تغییری صورت پذیرفته است؟ 2. حدود و دامنه این تغییرات کجاست؟ 3. آیا از میزان خصومت‌های امریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران کاسته شده است؟ خب، موضوع برنامه برای شما بینندگان عزیز با متنی که پخش شد مشخص شد که چی هست. اختصاص داره به بحث سیاست‌های دولت اوباما، به ویژه بحث چنج یا تغییر. در برنامه رو در رو گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای دکتر زیبا کلام، استاد محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر امیر محبیان، استاد محترم دانشگاه و روزنامه‌نگار، جناب آقای دکتر اشدریان، استاد محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، همینطور جناب آقای دکتر حاجی بابایی، عضو محترم کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. خب، خدمت همه مهمانان عزیز سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید. خب، قبل از اینکه من سوال اولم رو بپرسم، سوال پیامک برنامه رو خدمت شما بینندگان عزیز بگم که اگر مایل بودید به شماره 20616 پیامک کنید تا یک نظرسنجی هم درباره موضوع برنامه داشته باشید. خب، سوال پیامک این هست: به نظر شما آیا اوباما رئیس جمهور آمریکا تاکنون به شعار تغییر در سیاست خارجی خود پایبند بوده است؟ گزینه الف بله، گزینه دو خیر. عدد مورد نظر رو هم به شماره 20616 ارسال کنید تا در صورت ما شما بینندگان عزیز رو هم در بحثمون مشارکت داده باشیم و نظرات شما رو هم داشته باشیم. خب دکتر زیبا کلام، سوال اولم صاف بریم سر اصل مطلب، چون مقدمات همه گفته شده و تصور میکنم بینندگان عزیز ما هم میدونن. آقای اوباما مهمترین شعار انتخاباتیش تغییر بود یا چنج؟ مهمترین شاخصه های تغییر بعد از گذشت 100 روز که ایشون در کاخ سفید مستقر هستن، مهمترین این شاخصه ها چیا هست؟
نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان عزیز و سروران عزیزی که تو برنامه شرکت دارن، ولی من فکر میکنم که اوباما اگر تو این قریبه به 100 روز که در کاخ سفید جلوس پیدا کرده، اگر هر روز یک تغییر کلان در سیاست خارجیش میداد، بازم در جمهوری اسلامی ایران گفته میشدش که ایشون تغییری نداده. دکتر الان بس جمهوری اسلامی نداریم، فقط شما مهمترین شاخص تغییر رو بگید. نه ببین آخه اصلا اینجوری که شما داری مطرح میکنی، از اول فی الواقع این محکوم هستش که هیچ تغییری نداده، دروغ گفته، فریبکاری کرده. چرا دیگه اینجوری که شما برنامه رو از من ستاپ کردی، این هستش که ایشون گفته که میخوام تغییر بدم، ولی خب کو تغییر؟ چه تغییری؟ هیچ تغییری چیز نشد و اینها. خب همون دیگه، ما اگه تغییر کرده شما تغییراتی بگید. به نظر من وقتی شما اینجوری مطرح میکنید، میگید که الزامش میکنید، میگید که تغییراتی رو باید به وجود میآورد. نه دکتر، سوال اصلا این نیست که الزام کرده. من میگم که تغییرشون داده یا نداده. همین. به نظر من اگه شما از من میخواییم بپرسین، بله. این که ایشون وقتی وارد کاخ سفید شد، اولین دستور، اولین به قول خودمون، اولین حکم حکومتی که صادر کرد تعطیلیه گوانتانامو بود. این به نظر من بزرگترین تغییر هست. اینکه ایشون اذعان کرد که ما بایستی هر چه سریعتر از عراق بریم بیرون، این به نظر من تغییر هستش. اینکه ایشون خیلی قرص و محکم در مورد افغانستان میخواد بیسته، این به نظر من بزرگترین تغییر هستش. اینکه ظرف 48 ساعت گذشته بزرگترین حملات رو مطبوعات اسرائیل علیه آقای اوباما مطرح کردن، به خاطر موضع‌گیری که داره در بحث هسته‌ای به وجود میاره، این به نظر من تغییر هستش. منتها خب من فکر کنم اگه اوباما سند همه این کره زمین رو هم شیشتونگش رو به نام ما زده بود، ما در ایران میگفتیم نه تغییری به وجود اومده، هیچی نشده و ایشون هم گرگزاده هستش همچنان که میگن. خب به این میرسیم دکتر، خیلی ممنون. من ورود بحث رو میخواستم فقط شاخص های تغییر رو بدن. دکتر امیر محبیان، به نظر جنابالی مهمترین شاخص های تغییر علاوه بر اینهایی که آقای دکتر زیبا کلام گفتن، جنابالی کدوم ها رو میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما میخوایم بحث تغییر رو بکنیم، ابتدا باید مشخص بکنیم که هدفمون از تغییر چی هستش، عمق شدتش، دامنش چی هستش و در این حال در چه حوزه‌هایی به دنبال تغییر بودیم. خدای اوباما در پی تغییر چه چیزهایی و چه ساختارهایی شاخص‌های تغییر در این 100 روز گذشته کدوم ها بوده؟ مثلا این مواردی که آقای دکتر برشمردن. ببینید، مواردی در حوزه رفتاری بوده تغییراتی دیده شده، در حوزه لحن سخن بوده تغییراتی دیده شده، چه در قبال ایران چه در کشورهای دیگه. در نوع رفتارش با اروپا تغییراتی دیده شده، یعنی از اون حالت یونیلترالیزم یا یک جانبگرایی بوش کاملا خارج شده و چند جانبگرایی رو داره مطرح میکنه. اینا نکاتی هستش که مطرح شده و در واقع میشه گفت آقای اوباما یه نمودی از تغییر رو ارائه داده. اما در مورد اینکه قضاوت کنیم آیا کفایت میکنه، با چه هدفی، حالا بحث میکنه. بسیار خوب دکتر اشترین، به نظر جناب علی شاخصهای تغییر کدوم هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این سبی که شما مطرح میکنید دادم میترسه، حتما باید نه دلیل آخر جواب بده. عرض میخوام، فقط من دلتی که عرض میکنم خدمت شما. نه دکتر، فقط توضیح بدم هم برای شما هم برای بینندگان عزیز، فقط به خاطر این هست که ما تعداد مهمانامون دانشجویان عزیز میخوام مشاوره مدیریت باید کنم این وقت رو. قابل درک، حرفی نیست، ولی خب بعضی وقتا میشه از جای دیگه هم شروع کرد. به هر حال من فکر میکنم که آمریکا با تجربه تغییری که در جهان اتفاق افتاده، شما اگه اینو نگیرید و اگه اینو نگید، ممکنه دچار یه نوعی انحراف در طرح بحث بشیم. آمریکا به نظر من گرفتار شده، آمریکا تضعیف شده توی دنیا، ناشیگری نیروهای نظامی به خصوص نیروهای هوایی که بمباران میکنن مشکل براش ایجاد کرده بود، مشکلاتی که آقای بوش براشون درست کرده بود. جهان تغییر کرده، آمریکا ناچار بوده تغییر بکنه و یه سری تغییرات انجام شده توی زمینه اجتماعی و فرهنگی آمریکا. مهمترین مشخص هست اینه که تا حدود زیادی میخواد پای خودشو بکشه به داخل و به مسائل داخلی خودش بیشتر توجه بکنه و در حوزه خارجی هم با دکتر زیباکلام نکاتی رو اشاره کردن. همه اینا با هم دیگه یک مجموعه است. شما اگه یه سبک خاص بحث بریم جلو، آره، وقت فکر میکنیم که این تغییر مثلا خب بیچقدر خوب شده، همه چیز گل و